دست کم 23 کشته و بیش از 130 نفر زخمی در اوجگیری دوباره اعتراضات عراق، یکی از خونبارترین درگیری‌ها در پایتخت. میدان تحریر بغداد و خیابان‌های اطرافش، عصر جمعه، جایی که صدای تیراندازی از گوش و کنار آن به گوش می‌رسید و ماشین‌های امداد سعی در رساندن زخمیان به مراکز درمانی داشتند. گفته میشه تیراندازی توسط افراد مسلح ناشناس صورت گرفته. این افراد با حمله به ساختمان معترضان که هفته هاست در آنجا تجمع کردند، آغازگر درگیری بودند. مهاجما میخوان اعتراضات رو کلاً حذف کنن، حتی اگه صلح‌آمیز باشه. با مهمات و نارنجک مردم رو میکشن. به این گلوله‌ها نگاه کنید. این درگیری ها در حالی صورت گرفت که حدود یک هفته از استعفای دولت عادل المهدی نخست وزیر این کشور در پی اعتراضات دو ماهه اخیر میگذره و آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق در بیانیه‌ای که در مراسم نماز روز جمعه خوانده شد خواستار انتخاب یک نخست وزیر بدون دخالت خارجی شده. من امیدوارم که رئیس دولت و اعضای کابینه در زمان مقرر مطابق با خواسته مردم و بدون دخالت هر کشور خارجی انتخاب بشن. از سوی دیگه آمریکا در روز جمعه سه نفر از رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق که مورد حمایت ایران هستند را به اتهام دست داشتن در سرکوب معترضان تحریم کرد. پیشتر هم سازمان عفو بین‌الملل از گازهای اشکاور ساخت ایرانی گفته بود که منجر به مرگ معترضان عراقی شده. از آغاز شروع اعتراضات ضد دولتی در این کشور بیش از 400 نفر کشته و بیش از 20 هزار نفر زخمی شدند. اعتراضاتی که حاصل خشم مردم از ناکارآمدی دولت در مبارزه با فساد، امنیت و آینده‌ای روشن بدون دخالت کشورهای خارجی است. رکسانا خیرکار، اتاق خبر.